سلام به همه، امیدوارم حال دلتان خوب باشد. امروز می خواهم شما را با خودم به سفر هیجان انگیز به شهری زیبا و تاریخی شیراز ببرم، شهری که همیشه آرزو داشتم با آنجا بروم. امیدوارم که بیننده این ویدیو باشید و تا آخر ما را همراهی کنید. امیدوارم که زودتر برسیم و گرنه جام اونیم از اوتوبوس خب نه، قرار از ساعت 2:45 حرکت کنیم به طرف مقصد سفر جدید، ولی فعلا چند ساعت من قرار یک ساعت رو بالاخره رسیدیم در ترمینال. خیلی داستان شد در دوستان دیگه باش بریم که اتوبوس جا نمونه. انشالله که در وقتا رسیدیم تمام شده هم بایش بکنسانم. بدره هم تست از مرا که زدتر برسیم. اینجا هم توقف کردیم به خاطر خوراکی گرفتیم که شد 187 دیگه باریم که زد فجانم نیم. خواب باشه یا در حال خوردن باشه یا در حال فیلم دیدن باشه دیگه کار کرد مدینه ساختنیه. فعلا که ساعت 6 نیمه دیگه، امیدوارم که ناوخت نرسی وگر نه دیگه نمیتونی که هتل بگیری یا چیز دیگه. میخواستم آنلاین رزرو کنی اما متاسفانه نتونستم. خب دو ساعت بالاخره بعد از 6 ساعت سفر در راه رسیدیم و از اینجا قراره
بریم تاکسی بگیریم بریم طرف هتل هتل بگیریم ببینیم که پیدا میشه یا نه. و فلان اینا هم بحث جداگونه است. مسافرخونه هم به لحاظ امنیتی، اصلا امنیت تو ایران همه جاش هست. آره خدا رو شکر. خب دوستا هتل گرفتیم، قراره این شب ما اومدیم اینجا باشیم برای ببینیم که چه رقم. اینا از اینی هم داخل اتاق ما همه یه هتل که گرفتیم دیگه مدینه شروع بده تیک تاک نکتم فقط مدینه خیلی خستش دگرچه خیلی را نبود از اصفهان تا اینجا یک 600 را شده دگرچه های خواستیم نانم خواستیم و پلاو مگه اینا پلو مگه دیگه نیم غذای ایرانی فقط ما همی غذایش رو دست رو ولی باز هم دوست رو دیگه غذاهایش رو امتحان کنیم. خب ازا ما رسیدیم در هتل حافظ در شهر شیراز ایران و داستانی که قرار بود برایشون قصه کنی مدینه قصه دیگه. قبل از اینکه حرکت کنیم دیگه بلیت گرفته بودیم، بلیتی آنلاین دیگه. فرزانه جان پیش از اینکه مثلا بلیت رو بخونه یا آدرسش سیل کنه که فقط هم تایم حرکتش چطور یاد شمه داد خواه که اونم دیگه معلوم بود یک ساعت چند بلیت دی دیگه. آمادیم اسنپ زدیم، خب اسنپ رو خودش گرفت دیگه. اگه ما میگرفتم داد به دادش برموش دیگه. باز خدا رو شکر که خودش گرفت، اسنپ رو گرفت ترمینال کعبه، ترمینال کعبه اصفهان، در حالی که بلیت از ما یعنی ما باید از ترمینال صفحه پایانه بود پایانه صفحه آها پایانه صفحه از اینجا باید حرکت میکردیم که اسنپ را زیده ترمینال کاوه دیگه. ما هم دیگه خوشحال رفته با این که ساعتی چند بوده کنیم؟ قرار بود ساعتی یکونی حرکت کنی دیگه، ساعتی 2:45 دقیق حرکت از ما بود دیگه. ما فکر میکنم در اصفهان یک ترمینال نجف آبادی که بلد بوده، یک ترمینال خودی اصفهان که از زم مرکز اصفهان میتونی همه جای بری دیگه. ما اصلا بلیت رو نخواندم، فقط گفتم که می ترمینال کاوه دیگه چی اسنپ گرفت و میرم مگم زود زود چیز کو. انده بین 3 ساعت ما تصمیم گرفتی که بای شیراز 3 ساعت آماده شدی، بلیت گرفتی و وسایل خوشم کنی دیگه. رفتیم بازم خدا را شکر، خدا را شکر که یک چانس آوردیم، یک اسنپ خیلی آدم خوب بود دیگه. رفتیم نزدیک ترمینال رسیده و رانندم دیگه سرعتش خیلی بالا دیگه. نه اولی که ما حتی وقتی اسنپ گرفتم حتی خانه رو میشته باز دادم. آره خانه رو از یک طرف خیلی نواخت شده. ما باید مثلا از جایی که ما بودی تا ترمینال کاوه حداقلش 50 دقیقه بود نه؟ آره 50 دیگه. ما رو گفتم زود شما اسنپ گرفتم، اسنپ گرفتم خیلی با عجله که دو کوچه پایین تر از خانه گرفتم اسنپ. من اونجا منتظر ما رفتیم منتظر او اسنپ زنگ میزنه که ما میدونم ما میگم که ما هستی کجایی تا یک دقیقه پیدا کردی. بس خدا رو شکر خیلی آدم شریف بود، اصلا گپ نزد دیگه. ما گفتم که ما اشتباه زدم اینجا زیاد بلدم نیم دیگه. اسنپ گرفتیم، ما مادیم گفتم که ما قراره ترمینال بوری خیلی نواخت شده و 2:45 قراره که حرکت کنیم دیگه. اون گفت که خیلی نواخت شده ولی ما کشنم که برسنم دیگه. خیلی پرسرعت ما رفتک مفت که ما اولین باری که قدر بخاطر شما پرسرعت مرم دیگه. خیلی تیز ما رفت دیگه با او عجله ای که او رفتک خیلی خوب بود که میخواستی برسی دیگه. در دقیقه منده گفت بلیت رو نشان بدید ساعت چند دقیقه حرکت. بلیت نشان بدید مگه وای مگه شما خب چیه در ترمینال که ها ماری ولی متاسفانه کسته یک کسته ترمینال پایانه صفحه یه نه؟ آره پایانه صفحه. آره ایران من دیگه دیگه ما اصلا مویزی گفتم که این سفر رو کنسل شد. گفتم این بس کنسل شد دیگه، اصلا دیگه نمیتنی باری دیگه. بلیت هم که مسوختک. آره دیگه یعنی فکر کن از این طرف تا او طرف یعنی ترمینال کابه این طرفه مثلا ترمینال که ما بعد از اونجا حرکت میکردی این طرفه خیلی تفاوت زیاد بود
دیگه وقتم که منده 10 دقیقه ده حرکت باز چی راننده خو چی بود دیشی بند بود ایرمونگه تو کس زنگ ده بگه دقیقه یک 10 دقیقه خیر منتظر باشن چون مورا را اشتباه ده باز جناب شماره را اشتباه میگره خوام نه اشتباه نگرفتم خود دو دفعه ما گرفتم خود میخواهدم ما میگرفتم نه بابا اشتباه زنگ زد خواهد اونجا هم روخ نشد خیلی پیش دوستا کم میگی دیگه نه ارسه یه گرفتم خواهد روخ نموشده باز خود راننده که زنگ زد روخ شد همراهش گفت که تو از اتاق هم که در پایین زنگ میزنی 2 دقیقه زنگ مهره قد نمیگه بال نکرد باز خود راننده بچاره یک دیشه در رانندگی آخر یک دیشه قد یک دیشه چی شماره گرفته خود چی زنگ زده وقت از بخشی از ما گرفته یک 1 دقیقه منتظر باشین که ما مسافرهای مکسته اسنپ را اشتباه زده دیگه از او خاطر باز گفته هزینه داشتیم یا کم بیشتر میشه باز ما گفتم چقدر میشه گفت یک 60-70 تومن بیشتر میشه دیگه ایر مگیم کرایش چقدر بود مگه 195 195 گفتم یا خدا والا خوب پولی نختم یک قصد پیش از مونیه تا باری آبربانگ نواخت میشه تا حالی آبربانگ باری ممکن نواخت میشه آبربانگ هم در اونجا اصلا نبود دیگه بالاخره از خود راننده سوال نمیم آقا کرایه چقدره باز مگه نه خودش گفت 165 کرایه دیگه 60 تومن 70 تومن اضافه میشه باز داردیم پولای خره حساب کده هم از این هم از مرکی 140 شد باز خوبیش اینجا بود که خدا رو شکر پسی میده طرف کنجی جیبای دخترها هست دیگه آره امور بالاخره پیدا کردی اما دی رسیدی با خیلی عجلهی با خیلی دیگه استرس رسیدی که باش حرکت نکنم باشم خب با اونجا هم اشتباه گفتم نمفهم چرا قدر پر استرس بودم دیگه کرایه 159 بود دیگه وقتی از من پرسنم 195 دیگه خیلی جالب شد اون روز نم فهم از این استرس تزی بودم دست پاشش دادم که نواخت شد یا نمیرسی دیگه از خاطر ولی خدا رو شکر با یک آدم شریف سر خورده بودیم که خیلی آدم مهربان قبلا هم در اسنپ زیاد طرف شده اما بعضیش خیلی عصبیان ولی کسی بود که خیلی خوش اخلاق بود خیلی آدم شریف بود دیگه خیلی کمک کرد خدایش پسانم که آشناشتیم گفت که ما استادی دانشگاه آره استاد دانشگاه بود دیگه منظورم از اینه که هر جا خوب و بد داره دیگه بعضی وقت آدم با یک بد سرکار داره یا رخ میشه ولی بعضی وقتا یک آدمی هست که واقعا امی دنیا را امی همه جای را بلدم قشنگ مونه دیگه زنگ زد وقتی اونجا رفتیم ایسا چمدان از ما رو کشید خودش رفت همراه ایزو صحبت کرد باز ما رفتیم و حرکت کردیم دیگه اونجا رفتم ما بلیت را نشان میدم که باشتم مبارکتون باشه آره مگه مبارکتون باشه همه منتظر شماست ما زود رفتیم ششتیم و حرکت کردیم دیگه سفر خیلی خوبه بود مدینه در را تمام خوابید ما هم کوشش کردم که از سفر لذت ببرم از مسیر لذت ببرم دیگه خدایش خیلی خوب بود دیگه خواهش که ما همهش خوابیدم بس تو چیز کار کردی از خود خورم باید بگی خب ما تو همهش صد دگوشی بود دیگه یا چی میکردم فیلم میخواستم سر کنم خب صد دادم تیر نموشد یا میخواستم آهنگ گوش کنم یا طرف بیرون نگاه میکردم دیگه ولی گذشت سفر خوب بود اصلا خسته نشدیم فعلا هم در هتل خیلی خوبم دیم خیلی پاک تمیز آدمای خیلی خوبی داره احساس امنیت مونیم دیگه قرار فردا بخیر بریم شهرهای شیراز را بگردیم البته خیلی گرمه نسبت به اصفهان و تهران دیگه خدا خیر پیش کنه موقع خوبی نمیدیم اما بازم میخوایم که تا جایی که میتونیم طاقت کنیم بریم بگردیم و ویدیوهایی را ویدیو میگیریم و همه شما به اشتراک میذاریم امیدوارم که مثل همیشه حمایت کنین و هر کسی که شیراز را دوست داره بگین که ما کجای شیراز بریم که برایش ویدیو بگیریم و فعلا هم بریم نان بخوریم هنوز نان نخوردیم ما گفتم باش ویدیو را ختم کنیم همه شما صحبت کنیم
دیگه خیلی خیلی دوستتان دارم. مواظبتان باشید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.